سرخط خبرها. از سیاسی شدن اعلام فهرست نامزدان ریاست جمهوری تا تلاش جدی استخبارات بیرونی برای برهم زدن روند انتخابات، ریاست عمومی امنیت ملی از حمله احتمالی بر جان نامزدان ریاست جمهوری هشدار می‌دهد. انتقادها از غیرحاضری نماینده‌های مجلس نمایندگان، رئیس مجلس از احتمال تعلیق وظایف این نماینده‌ها هشدار می‌دهد. و تصمیم سازمان استخبارات بریتانیا بر افزایش شمار کارمندانش در افغانستان. درود بر شما. امروز دوشنبه 29 میزان 21 اکتبر. من فواد امان هستم. ریاست عمومی امنیت ملی از تلاش‌های هراس‌افگنان برای برهم زدن امنیت انتخابات ریاست جمهوری هشدار می‌دهد. ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه‌ای می‌گوید که اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهند که گروه‌های هراس‌افغان با دستور بیگانه‌ها تلاش خواهند کرد تا روند انتخابات را با انجام حملات و انفجارها مختل سازند. این ریاست از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهد تا برای تأمین امنیت جانی خود دقت بیشتر داشته باشند و درباره استفاده از وسایل نقلیه و گرفتن تحفه بیشتر محتاط باشند. به نظر می رسد حالا چگونگی تامین امنیت انتخابات و هشدارها از این روند جدی‌تر شده می روند. به تازگی ریاست عمومی امنیت ملی از تلاش های هراس افغانان برای مختل سازی امنیت انتخابات هشدار داده است. اطلاعات استخباراتی می رساند که دشمنان مردم افغانستان به اشاره بیگانگان در نظر دارند تا این روند مردمی را با انجام اعمال دهشت افگنانه با استفاده از شیوه های جدید تخریبی و تروریستی مختل نمایند. این ریاست در خبرنامه به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم هشدار می‌دهد که باید بیشتر مواظب امنیت خود باشند و از آنان می‌خواهد تا به این موارد توجهی جدی داشته باشند. کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به منظور حفظ امنیتشان موارد زائل را متوجه و با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری نمایند. یک، وسایل کاندیدان به طور مستمر تحت مراقبت و نظارت رانندگان و مسئولان امنیتی موظفشان قرار گیرند. قبل از استفاده از وسایل نقلیه لازم است تا وسایل چک و کنترل گردد. سه، از اخذ تحایف به خصوص وسایل الکترونیکی مانند موبایل، کامپیوتر، کامرا و سایر تحایف بسته‌بندی شده قبل از چک و کنترل تکنیکی توسط ضباط محترم خودداری به عمل آید. هشدارهایی که حکایت از موارد جدی تهدیدات امنیتی دارند. همین یک روز پیش وزارت داخله اطمینان داد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سراسر کشور در فضای امن برگزار خواهد شد. سرنوشت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی بستگی به همین انتخابات دارد. انتخاباتی که از همین حالا ظاهرا با تهدیدهای جدی امنیتی روبروست. اعلام نشدن فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری سیاسی شده است. گزارش ها می رسانند که 10 تا 15 نامزد ریاست جمهوری از فهرست ابتدایی نامزدان حذف می شوند. اما کمیسیون مستقل انتخابات امروز هم نتوانست که فهرست ابتدایی نامزدان را اعلام کند. برخی ها باور دارند که مسائل سیاسی سبب شده است تا کمیسیون مستقل انتخابات نتواند نامزدان دو تابعیتی را حذف و فهرست ابتدایی را اعلام کند. مسئله مشهور است که میگویند مرغ زیرک در دو حلقه بنده است. نامزدان ریاست جمهوری که از تابعیت خارجیشان صرف نظر نکردند در دام کمیسیون مستقل انتخابات گیر ماندند. کمیسیون مستقل انتخابات نامزدان را که از تابعیت خارجیشان صرف نظر نکردند از فهرست ابتدایی نامزدان حذف میکند. ظاهرا به نظر میرسد که چانه زنی های سیاسی میان برخی از کشورها و جریان های سیاسی سبب شده است تا فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری اعلام نشود. از سوی هم ناتوانی های کمیسیون مستقل انتخابات نیز از عوامل تاخیر در اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری دانسته می شود. متاسفانه تاخیر در لیست ها و یا بازنگری سوانه و اوراق کاندیدا نشان می دهد که اینجا برخورد سیاسی صورت گرفته و شاید هم سلیقه های سیاسی و شاید هم معمار نفوذ کسانی که بالای کمیسیون تاثیر گذار هستند در تصمیم گیری های کمیسیون تاثیر گذار باشند و نتونن که و کمیسیون نتونه آن چیزی که وظیفش است بس واجه اصلا انجام بده. اما کمیسیون مستقل انتخابات هر گونه فشار سیاسی و خارجی را در تاخیر اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری رد می کند. کمیسیون مستقل انتخابات هر چی زودتر لست ابتدایی کاندیدا احتمالی ریاست جمهوری و شورای ولایتی را اعلان میکنه. هیچ نوع فشار و هیچ نوع مداخله در این رابطه نه صورت گرفته و نه کمیسیون اجازه میده که در این مورد مداخله داشته باشند.
روز گذشته یک منبع کمیسیون مستقل انتخابات به تلویزیون یک گفته بود که از 26 نامزد ریاست جمهوری بیش از 10 تن آنها به دلیل داشتن تابعیت خارجی و تکمیل نبودن اسنادشان نمیتوانند به فهرست ابتدایی نامزدان را پیدا کنند. اما هنوز مشخص نیست که کیا از فهرست ابتدایی نامزدان حذف خواهند شد. امیدوار هستیم در شرایطی که قرار است دو تابعیت ها نامش اعلام شود، ولسی جرگه افغانستان امروز یک بار دیگر تاکید کنه برای کمیسیون گشزد کنه که قانون اساسی را مدار قضاوت خود قرار بده و هر فردی که دارای تابعیت دوگانه است از لیست انتخاب حذف شود، چی از رؤسا و چی کسایی که به عنوان معاون رئیس جمهوری ثبت نام کرده. هرچند نام های زیادی از نامزدانی که قرار است از فهرست ابتدایی نامزدان حذف شوند در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، اما اینکه کیها هنگام اعلام فهرست ابتدایی نامزدان حذف خواهند شد تا هنوز روشن نیست. کمیسیون برگزاری لایحه جرگه مشورتی از تلاش ها به هدف برهم زدن این جرگه سوی مخالفان مصالح دولت هشدار می دهد. هرچند این کمیسیون از آمادگی های شدید امنیتی برای برگزاری این جرگه هم اطمینان می دهد. سخنگوی این کمیسیون تاکید می کند که هدف از برگزاری لایحه جرگه مشورتی بحث درباره دادن مسئولیت به سربازان آمریکایی در افغانستان است. نظرالدین مصلح گزارش می دهد. 3 سال پیش در نخستین روز برگزاری نشست مشورتی کابل، این تالار زمانی مورد هدف راکت قرار گرفت که رئیس جمهور کرزی در حال سخنرانی بود و مهاجمان نزدیک به 1 ساعت در نزدیکی این نشست با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در پی آن امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی و محمد حنیف اطمر وزیر داخلی وقت به دلیل کوتاهی در تامین امنیت از سمتهای خود استعفا کردند. تامین امنیت مسئله که از هر چیز دیگر در افغانستان مشکل سازتر شده است. اکنون سخنگوی کمیسیون برگزاری لایحه جرگه مشورتی از تلاش های مخالفان مصالح دولت به هدف برهم زدن این جرگه نگران است. هرچند او تاکید می کند که تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری این جرگه گرفته شده است. طبعا دشمنان مردم افغانستان تا حد خود تلاش خواهد کردن که جرگه را سپوتاژ بکنن و مسائل امنیتی را تخریب بکنن. اما ارگان امنیتی بیدار ما همیشان شب و روز کار میکنن، فعالیت میکنن، ساحه جرگه را بیرون از ساحه جرگه تدابیر امنیتی را شدیدن گرفتن. 2 سال پیش شماره 39 در لایحه جرگه انعنایی به خاطر پیمان راهبردی افغانستان با آمریکا نیز جنجالی شد و دست کم 2000 عضو کمیته 39 را نپذیرفتند. اکنون کمیسیون برگزاری لایحه جرگه مشورتی میگوید تا حال روشن نیست که کمیته 39 ایجاد می شود و یا نه. فکر می کنم این بسیار چیزی غلط است. هر مردم حاضر شدن که پلیت موتر بگیرن به 39 و ممکنی کمیته شود و ممکن نشود. این پای بعدی است. تا 2 هفته دیگر کارهای تکنیکی و لوجستیکی جرگه مشورتی پایان می یابد و هزینه این جرگه از کد 92 صورت می گیرد. کد 92 پولی است که تنها رئیس جمهور کرزی صلاحیت مصرف آن را در حالات اضطرار دارد. اینجا تالار لایحه جرگه است، جایی که تا 1 ماه دیگر دست کم 3000 تن از نمایندگان مردم از سراسر افغانستان به هدف چگونگی امضای موافقتنامه امنیتی افغانستان با آمریکا پس از رای زنی و مشوره تصمیم خواهند گرفت، تصمیمی که تاریخ در مورد آن قضاوت خواهد کرد. نظرالدین مصلح، تلویزیون 1، کابل. نشست عمومی مجلس نمایندگان امروز به دلیل کم بودن نصاب به نتیجه پایان یافت. غیر حاضری نمایندگان حتی رئیس مجلس را نیز این بار نگران و عصبانی کرده است. قرار شد در نشست آینده فهرست تمامی غیر حاضرای مجلس اعلام شود و درباره تعلیق وظایفشان هم تصمیم گرفته خواهد شد. از سوی هم نشست امروز به دلیل افشای فهرست غاصبان زمین با جنجال های همراه بود. نشست امروز مجلس بی نتیجه پایان یافت، مثل خیلی نشست های دیگر. همواره هیئت اداری مورد انتقاد است، به ویژه رئیس مجلس. گاهی دل آدم برایش می سوزد. در هر نشست، در هر میزگیر و در هر مکان و زمانی، حتی شاید همانهایی که غیرحاضرند هم انتقاد می کنند. ظاهرا کاسه صبر رئیس مجلس دیگر لبریز شده است. او هشدار داد که نام تمامی غیرحاضران در 1 سال گذشته را در نشست آینده مجلس افشا میکنه. ما شما تقاضا داریم، جدا میخواهیم لیست کسایی که در مدت 1 سال غیر حاضر بوده با مدت 1 سال اعلام کنید. متاسفانه شما همیشه لیست به گونه اعلام میکنید که او نتیجه که باید داشته باشه نداره. شما می ده هفته وار اعلام میکنید، ده هفته وار میگید 2 روز نبوده. در جلسه آینده این لیست ما ترتیب میتیم، فقط هر اجلاس غیر حاضری هایش دقیق جور میکنیم با
اطلاع شما و مردم افغانستان میرسانیم. امروز چهار یادداشت تفاهم‌نامه همکاری‌ها میان افغانستان و چهار کشور اروپایی و آسیایی بدون تصویب باقی ماند. هرچند چگونگی بحث نمایندگان در مورد این یادداشت‌ها کمی خنده‌آور و مایوس کننده است. به ویژه که آدم پی می‌برد برداشت نمایندگان ما از قانون در چه حدی است و سواد نمایندگان هم تا کجا قد می‌کشد. از نظر حقوق بین‌المللی بین یادداشت تفاهم، موافقت‌نامه، میثاق با ده‌ها کتاب وجود داره که اینا زمین تا آسمان فرق داره از نظر امضا، پروسیجر، اهمیت. در تفاهم‌نامه انگلستان خود رئیس به جمهور امضا کرده است که اینجا پیش ما وجود داره. وقتی که امضای رئیس جمهور یک کشور در یک امضا در یک موافقت‌نامه یا تفاهم‌نامه باشه، این حیثیت معاهده است. فقط اینها موارد جنجالی و خنده‌آور امروز نبود. پس لرزه‌های افشای غاصبان زمین نشست و تا مرز تنش پیش برد. امروز همه گلو پاره می‌کردند و آدم را به یاد قهرمان‌های داستان‌های شاهنامه فردوسی می‌انداخت که برای خرد کردن روحیه همدیگر نعره می‌زدند و خودنمایی می‌کردند. امروز متأسفانه کمیسیون خاصم که از آدرس ولسی جرگ افغانستان درست شده بود، اینا هم دست عالی عموم مغرضا قرار گرفت. سر عمل کرد جنبش ملی اسلامی افغانستان دست ماندن، گویا در غصب زمین دست داشته. تا آغاز غصب زمین به شکلی به این بی‌رحمانیش در زمان جنبش ملی در شمال صورت گرفته و تا بال ادامه داره و ایتونیست که ادامه نداشته باشه. خلاصه غیرحاضری نمایندگان مجلس حتی برای خودشان نیز خسته کننده شده است. این روزها خیلی ها در حج و دیگر سفرهای خارجی به سر میبرند. شاید مجلس نمایندگان افغانستان تنها مجلسی در دنیا باشد که اینقدر بی تفاوت به قضایای کشوری می‌نگرد. جالب تر از همه این که این مجلس همواره ادعا دارد که باید حکومت همه موارد مهم از جمله توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا را به پارلمان بفرستد تا آنها درباره آن تصمیم گیری کنند. جاسازی مواد انفجاری در نسخه های قرآن کریم ضد اسلام و اهانت به این کتاب خداوند است. در این میان خاموشی برخی از اعضای شورای علمای افغانستان هم در پیوند به استفاده ابزاری طالبان از دین گونه ای از پیوند و همفکری با این گروه پنداشته می شود. ولی آریان در این باره گزارشی آماده کرده. دیگر در هیچ جای در افغانستان نمی توان معصوم بود، حتی در مساجد عبادتگاه مسلمانان. مسجد مکانیست مقدس، در اینجا هم شهر وندان کشور آماج حمله های حراس افغانانه چون انتحار و انفجار قرار می گیرند. این تصویرها حمله های انتحاری و انفجار را در بخش های از کشور در مساجد نشان می دهند. حمله هایی که یا در هنگام ادای نماز و یا هم پس از نماز انجام شدند. در مسجد و در جایی که مثلا کس هجوم مسلمان ها باشد، در اینجا انتحار و انفجار بالکل شریعت اسلام ناروا و حرام است. این حمله ها جان های بسیاری از نمازگزاران را گرفتند. اینان کسانی هستند که در حمله های انتحاری و انفجاری در مساجد کشته و زخمی شدند. کودکان نیز به دور از آسیب این حمله ها نماندند. مثل این کودک در بیرون از مسجد زخم برداشته است. کودکی که با مرگ و زندگی درگیر دار است. دا سوچ د قران استفاده کی دی اپ قران کی دنه نکم چی ایک دی اپ دنه میگرافین جماعت کی سوچ چی شی ایک دی د اسلام د نظر دا بالکل کفر دی. ظاهرا طالبان در این حمله ها از نسخه های قران کریم هم کار میگیرند. مثل این تصویر ها که نشان میدهند مواد انفجاری در نسخه های قران جاسازی شدند. هر نوع بی ادبی و هر نوع اهانت به قرآن پاک به هر شکلی که باشد از دیدگاه اسلام مردود است. این نسخه های قرآن است که در حمله های انتحاری پارچه پارچه شدند و سوختند. این تنها نمونه ای از کار طالبان است. اگر کشیش در امریکا تصمیم سوختاندن قرآن را می گیرد، جهان اسلام گلو پاره می کنند و این کار را نکاهش می کنند. اما در برابر اهانت طالبان به قرآن کریم چرا سکوت؟ وقتی از طرف یک غیر مسلمان صورت میگیره که توقعی هم نیست از او غیر مسلمان که احترام برزش های دینی ما داشته باشه، احساسات را شما میبینید که بسیار زیاد تحریک میشه، مردم را به جاده ها میکشانند. وقتی که از طرف یک مسلمان صورت میگیره به دلیل مشترکاتی که وجود داره بین اقتداد از کسایی که در شورای علما هستند و کسایی که از صف طالب هستند، خاموش هستند. این مسئله در تازه ترین مورد ارسلا جمال والی لوگر در نتیجه انفجار در مسجد در روز اولی جان باخت. در این رویداد مواد انفجاری در نسخه های قرآن جاسازی شده بود. دغه مسله چې ده علما او شورا رد کړی ده، غندنه کوي او د دې په خلاف باندې خپل انزجار او نفرت خودلې ده
او دې ته ناروا او غیر شرعي او غیر انساني عمل ویل دي. دا چې بار بار د علماو په رابطه دا خبرې کیږي، نو علما په دې سلسله کې همیشه خپل مسؤلیت تر سره کړي، او دا څوک چې د علماو په رابطه دا خبرې کوي اکثرا نه خبره دي. بسیاری از مقام های حکومتی هم در حمله های انتحاری و انفجاری طالبان در مساجد جان باختند. ممکن است این آخرین کار طالبان نباشد، اما واکنش ها همین است که انتحار جواز شرعی ندارد و با کارگیری از نسخه های قرآن در انفجار و انتحار مغایر ارزش های اسلامی دانسته می شود. سازمان استخبارات بریتانیا خواهان افزایش کارمندان استخباراتیش در افغانستان است. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف نگاشته است که برخی از مقامهای این سازمان از متحدانشان هم خواستند تا کارمندان استخباراتیشان را در افغانستان بیشتر سازند. احتمال ایجاد خلای استخباراتی در سالهای پس از خروج نظامیان ناتو از افغانستان و احتمال بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان از علتهای این خواست MI6 گفته شده است. پس از 12 سال نبرد در برابر هراس افغانان، حالا کم کم آماده بازگشت به خانه هایشان می شوند. هراس افغانی که مبارزت در برابر آن هزینه های هنگفته برداشته است، هنوز هم چالش شماره یک پنداشته می شود برای افغانستان، برای کشوری که قربانی های زیادی از این ره گذر داده است. حالا بریتانیا از متحدان اصلی ائتلاف جهانی مبارزه با هراس افغانی نگران اوضاع امنیتی کشور است. MI6 نگران است که در سالهای پس از خروج ناتو از کشور، افغانستان بار دیگر بلانه های هراس افغانان مبدل نشود. ما اتکای بیشتر بر استخبارات نظامی داریم و پس از خروج نیروهای ما از افغانستان، ما دچار رخنه عمیق استخباراتی خواهیم شد. افغانستان ظاهرا میدان نبردهای استخباراتی شده است. طالبان متهم به دستور گرفتن از سوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان هستند و گروه های هم متهم به همکاری با دیگر سازمان های استخباراتی. حالا احتمال افزایش کارمندان استخبارات بریتانیا نیازمند هماهنگی با دولت افغانستان پنداشته می شود. اگر این افزایش برای برطرف ساختن تهدیدهای برخواسته از هراس افغانی باشد. اگر ای ارگان ها یا ای شبکه استخباراتی هم از ایالات متحده و انگلستان و سایر کشورها تنها به منافع خودشان یا در تبانی با پاکستان فعالیت بکنند و یا روی کرد دیگری داشته باشه، این برنامه میتونه اوضاع را پیچیده تر بسازه و فعالیت نیروهای بین المللی را زیر سوال ببره. نیروهای تنفیذ قانون که در خط نخست مبارزه با هراس افغانی قرار گرفتند، میروند تا بخشی از بار سنگین خروج نظامیان خارجی را نیز بردارند. تاکید وزارت داخله بیشتر بر تجهیز، آموزش و تمویل پلیس است تا آمدن کارمندان استخباراتی به کشور. مسئولیت تامین امنیت افغانستان به دوش نیروهای امنیتی افغانستان است. بهترین راهکار ای است که سرمایه گذاری ها بالای نیروهای امنیتی افغانستان توسط متحدین ما بیشتر صورت بگیره و دوام کمک های جامعه جهانی به نیروهای امنیتی افغانستان بر اساس نیازمندی های ما بهترین راه حل است برای اینکه ما بتانیم در تامین امنیت افغانستان نقش مثبت داشته باشیم و کامیاب شویم. حمله هراس افغانان بر همین برج ها پای نظامیان خارجی را به افغانستان کشانید. اکنون که 12 سال از این رویداد می گذرد، هنوز هم هراس افغانی به همان پیمانه از مردمان کشور قربانی می گیرد که 12 سال پیش می گرفت. هنوز روشن نیست که آیا سرانجام ریشه های هراس افغانی خشکانیده خواهند شد و آیا روز خواهد رسید تا مردمان کشور قربانی هراس افغانان نشوند. رئیس جمهور کرزی بنابر دعوت رسمی رئیس جمهور تاجیکستان بامداد امروز به این کشور سفر کرد. دفتر ریاست جمهوری هدف از این سفر را گفتگو درباره روابط و تقویت همکاری ها میان افغانستان و تاجیکستان می داند. اما وزارت خارجه یک روز پیش از این سفر اعلام کرده بود که رئیس جمهور کرزی درباره چگونگی توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن با کشورهای همسایه هم مشوره خواهد کرد. شماره از شرکت های بزرگ جواز فعالیتشان را تمدید نکردند و به گونه غیر قانونی در افغانستان فعالیت دارند. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها می گوید که شرکت نولیمون یکی از این شرکت هاست که با گذشت 1.5 ماه بدون جواز در کشور فعالیت دارد و اوراق تصفیه مالیاتیش را به این اداره نیاورده است. 20 شرکت بزرگ و نزدیک به 500 شرکت میانه مشکل مالیاتی دارند. با گذشت سالها یا این شرکت ها به دولت افغانستان مالیه ندادند و یا هم مالیه هایشان را در زمان معین نپرداختند.
به تازگی روشن شده از شرکت نولیمون که قرارداد ترمیم موترهای نیروهای امنیتی افغانستان را در دست دارد و دولت افغانستان مالیه نپرداخته است. چنانچه اداره آیسا میگوید که 1.5 ماه می شود که جواز فعالیت این شرکت تمام شده است، اما تا اکنون اوراق تصفیه مالیاتیش را به این اداره نیاورده است و به گونه غیر قانونی فعالیت دارد. این شرکت موترهای ارتش ملی، پلیس ملی و سفارتخانه های خارجی را در افغانستان ترمیم می کند. اما تا فعلا یا تصفیه مالیاتی را نورده فلحا زمین است که مالیات خود اونجا حتما کدام مشکل داره که برای ما باید مکتوب تصفیه مالیاتی را بیاره. ما هر شرکت که در افغانستان تجدید میشه باید شرکت تصفیه مالیاتی خود از وزارت مالیه به دست بیاره. ما برویت مکتوب تصفیه مالیاتی جوازش را باز تجدید میشه. وزارت مالیه در نخست حاضر شد تا در مورد این که آیا این شرکت به دولت افغانستان مالیه داده است و یا نه با ما گفتگو کند، اما با رفتن ما به این وزارت مسئولان در این مورد با ما گفتگو نکردند. شمار از آگاهان اقتصاد میگویند که اگر وزارت مالیه از شرکت هایی که مالیه نمی پردازند چشم پوشی کند، با دارایی های باشنده های کشور جفا کرده است و باید مؤاخذه شود. این وظیفه وزارت مالیه است که حرکات انجام میده. اگر وزارت مالیه در صورت قانونی بودن گرفتن مالیه از این شرکت اقدام نکنه، قسمت از دارایی مردم و ثروت مردم قصدن ترک میکنه و ضایع میسازه که خود وزارت مالیه قابل ازی است که باید باز مؤاخذه شود. اداره آیسا میگوید که این شرکت در سال 1381 هجری خورشیدی جواز فعالیت گرفته است و 1.5 ماه پیش زمان جواز آن تکمیل شده است. گذشته از این شمار از شرکت های دیگر به ویژه سوپریم فرار مالیاتی دارد و از دولت افغانستان از این راه گذر بدهکار است.